و ازت میخوام به من کمک کن. کیف ایمنی دیگه چیه آقا جون؟ خب اگه یه وقت خدایی نکرده زلزله بیاد، لوازمی مثل غذاهای کنسرو شده، لوازم ضد عفونی کننده، لوازم روشنایی، مواد شوینده و چیزایی تو این دسته خیلی ضروری میشن. احتمال قطع آب و برق هم هست. غذام به سختی پیدا میشه. منم به شما کمک میکنم، وسایل مورد نیازو میآورم، شما بچینین. با اجازه. بله، متشکرم. باز شروع شد. خب پسرم، لوازمو با دقت تو این کیف میچینیم. کبریت، رادیو، چاقوی چندکاره، چراغ قوه و باتری اضافه و... ها؟ این دیگه چیه؟ این واسه چی اینجاست؟ این؟ کاپ قهرمانی بابا بزرگ دیگه. چی؟ عکسای جوونی منم هست. ها؟ اونم هست آقا جون. نه، جای این چیزا تو کیف ایمنی نیست. توی این کیف فقط چیزای ضروری رو میذارن، مثل چسب زخم، گاز استریل، بیسکویت. درسته، خوراکی های کنسرو شده، پتو، آچار، پیچگوشتی، اسامی صاحبان وسایل با مشخصات کامل و کمک های اولیه. اصلا من و آرمان واسه خودمون یه کیف جداگانه درست میکنیم. لوازم ضروری خودمونو میریزیم توش، با کیف تو هم کاری نداریم. نظر چی آرمان جون؟ عالیه، موافقم بابا بزرگ. خوب نگاه کن چیزی جا نذاشته باشیم. ما اینا رو چطوری تو این کیف جا بدیم؟ آره وا، حق با اون پلوفو شده. بابا تو میگم واسه این وسایل یه کامیون لازمه. میدونی اینا هیچ کنون وسایل ضروری نیستن. درسته بابا بزرگ. ببینم آرمان، همه این وسایل رو میخوای تنها بذاری سر جاش. من نه بابا بزرگ، شما و من. ای شیطون، بازم سر به سر پدر بزرگت گذاشتی. این گوگولی مگولی. برای مقابله با خطرات زلزله، کیف ایمنی را از لوازم ضروری تهیه کنید و در جای قابل دسترس قرار دهید. سلام مجدد به پسرای خوشگلم. خسته نباشید عزیزای من، حالتون خوبه؟ خب ما قبل از اینکه درس رو شروع کنیم میریم به استقبال اذان دو. صدای ملکوتی اذان رو که شنیدیم برای هم دیگه دعا کردیم، اون موقع میام میخوام باهاتون صحبت کنم و بعد از صحبتام میخوام براتون درس علوم رو بگم از فصل ششم که خیلی فصل قشنگیه. پس الان با هم دیگه میریم صدای اذان ملکوتی اذان رو میشنویم، بعد از اذان میایم با هم دیگه صحبت میکنیم. پسرای خوبم، پس من صدای اذان رو براتون بذارم. پسرای خوب با هم دیگه اذان رو گوش بدیم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
محمد رسول الله اشهد ان أشهد أن عليا حجة الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله بله بچه های گل من، این زنگ ما علوم داریم، علوم رو میخوایم فصل ششم علوم رو با هم دیگه یاد بگیریم. پسر خوشگلم، قبل از اینکه وارد درس علوم بشیم براتون میخوام یه صحبتی بکنم. هفته گذشته که ما تانگرام رو با هم دیگه درس دادیم و با هم یاد گرفتیم، من بهتون قول دادم، گفتم روز یک شنبه میخوایم با هم دیگه کاردستی تانگرام رو درست کنیم. بعضتون خواستم گفتم که صفحه آخر کتابتون رو بکنید با کمک ماماناتون ها، زیر نظر ماماناتون قیچی کنید، چون قیچی دست به قیچی دادن کار خطرناکیه. بچه‌های گلم، زیر نظر ماماناتون تانگرام رو قیچی میکنید، روی یه مقوا بچسبونید که محکم باشه، بعد چسب ماتیکیتون کنار دستتون بذارید، همه رو بذارید توی یک سبد کوچیک کنار دستتون بذارید، برای فرداتون آماده داشته باشید، چون فردا میخوایم بازی تانگرام داریم، چون من اعلام میکنم که شکل سازی کنید با تانگرامتون، بعد دوربین رو باز میکنم، تمام شکلهاتون رو میخوایم ببینیم، همه ی شکلهاتون رو میخوام ببینم، یعنی تمام دوربین همه تون رو باز میکنم. پس همه تون امروز اون صفحه آخر کتاب رو میکنید، اگر که تانگرام دارید که از خودش استفاده کنید، از اسباب‌بازی خودتون استفاده کنید، اگر ندارید شکل‌های تانگرام رو از صفحه آخر کتاب ریاضی میکنید، قیچی میکنید با کمک مامانتون، رو مقوا میچسبونید و یک چسب ماتیکی هم کنار دستتون میذارید که فردا یک زنگ میخواییم، زنگ شاد داریم که با هم دیگه کاردستی تانگرام رو درست کنید، چون امتیاز داره ها. پسرای خوبم، من نمیدونم آقای کامرانی سوال داره، ببینیم آقای کامرانی چه سوالی داری. امیرعلی جان، امیرعلی جان دو میکروفونتو باز کردم پسرم، مثل که باز نمیشه میکروفونش. مهدیار جان چه سوالی داری پسرم؟ مهدیار سلام خانم، سلام عزیزم، سوال دارم. تانگرام بریدن، یه سوال دیگه هم دارم، ما باید بچسبونیم؟ نه، چسبتو میذاری کنار دسته، یه برگه کاغذ هم میذاری،
خب چه چسبی؟ چسب ماتیکی. چسب ماتیکیتون رو بذارید، یه ورق کاغذم میذارید، تانگرامتون هم که شکلای تانگرامتون هم که قیچی کردید همه رو میذارید توی یه سبد میذارید کنار دستتون. وقتی من گفتم شروع کنی، همه باید دوربیناتون رو باز میکنم که ببینم داری چی کار میکنی. بچه هم سنتی تو کاغذ سفید هم باید بیاریم کنار دستمون؟ بله، یه کاغذ سفید بذارید کنار دستتون که روش میخوام شکلا رو بچسبونید، هر چی درست کنید و بچسبونید ببینم. مرسی ازت، آفرین به شما. آقای کامرانی چه سوالی داری پسرم؟ امیرعلی جان؟ خب امیرعلی مست که باز نمیشه میکروفون پسرم. آقای عزتی چه سوالی داشتی عزیزم؟ آقای عزتی؟ آریا جان؟ بچه ها بعضیاتون باز نمیشه میکروفوناتون، نمیدونم چرا، حالا بعدا دوباره ازتون میپرسم. خب بچه های گلم، من از امروز میخوام درس علوم رو به صورت کنفرانس انجام بدیم، باشه؟ امروز هر کدوم که داوطلب هستید هر کدوم یک صفحه از کتاب علوم رو میاد درس میدید. من دوربین رو باز میکنم، شما میشید آقای معلم، من میشم دانش آموز شما. میخوام فصل 6 علوم رو با هم دیگه انجام بدیم، شما ها آقای معلم باشید و من دانش آموز. باشه پسرای خوبم؟ پس پسرای گل من، هر کدوم از هر صفحه رو که خواستید درس بدید توی پیوی به من بگید که من صفحهشو براتون اعلام داوطلبی بکنید، من صفحه یک کتابو بهتون میگم، شما مطالعه کنید، بعد روز دوشنبه در کلاس شماها درس بدید، شما بشید آقای معلم، من بشم دانش آموزتون. باشه پسرای خوبم؟ از منتظرتونم. توی واتساپ بهم اطلاع بدید هر کدوم که خواستید معلم بشید، من صفحه‌ای که درس رو براتون مشخص کنم. الان قبل از این که من وارد بخش ششم بشم، فیلم فندق رو میخوایم با هم دیگه ببینیم. فیلم فندق ببینیم که چطوری. آقای کامرانی رفتی بیرون از کلاس، برگرد. آها الان برات باز میکنم. آقای کامرانی باز کردم میکروفون تو پسرم. خانم سلطی من صدای شما رو ندارم، میکروفونتون رو میشه باز کنید؟ من میکروفونم بازه پسرم، الان با آریا صحبت کردم، شاید مشکل از سیستم شما باشه پسر خوبم. بذار من صدای دیگر بپرسم ببینم چی میگن. سپنتا جان سوال داری پسرم؟ سپنتا جان؟ بچه ها نت هم ضعیف میشه بعضی وقتا، مشکل نت هم هست. سپنتا جان چه سوالی داری؟ من میخوام معلم بشم. معلم بشی؟ تو واتساپ بر من پیام بده، من بهت بگم کدوم صفحه رو تدریس بکنی، باشه؟ مرسی عزیزم، مرسی. هر کدوم که دوست دارید توی معلم بشید تو واتساپ بهم پیام بدید، من تعیین میکنم که کدوم صفحه رو آقای معلم بشید که روز دوشنبه درس بدید برامون، باشه؟ خب آریا جون شما چه سوالی داری؟ خانوم اگر خانوم حتما باید کاغذ باشه، نمیتونیم اگه خودمون بازشو داشتیم بکنیم؟ چرا؟ خودت داری میتونی درست کنی بازیشو. منو به اونایی گفتم که بازیشو ندارن، گفتم میخوان قیچی بکنه، باید روی اون کاغذه بچسبونن کنارم. مرسی ازت. خب من دوربینم رو میبندم، میرم فیلم فندق رو میذارم، فیلم فندق رو ببینیم، بعد از فیلم فندق میام راجع به درس با هم دیگه صحبت میکنیم، باشه به سرات خوبم؟ پس اجازه بدید من اول فیلم رو بذارم. لطفاً فیلم رو قشنگ و با دقت نگاه کنید، چون میخوام ازتون سوال کنم پسرا، باشه؟ میخوام خوب ازتون بپرسم و سوالای خیلی خوب قشنگ و با دقت ببینید.
پیام رمز قسمت دوم. بچه ها سلام، خوشحالم که دوباره پیش شما هستیم. صبر کنید فندقم پیداش کنیم. فندق کجا رفتین؟ عزیزانم اجازه بدید من ببینم که آقای کامرانی درست شد صدا براش یا نه. امیرعلی جان، امیرعلی جان میکروفونتو باز کردم پسرم. پس پسرم میکروفون شما مشکل داره عزیزم، چون بچه ها میگن صدا میان. امیرعلی صدا خوب شد؟ خانم جانم صدای شما رو ما داریم پسرم. بله الان صدا خوبه؟ امیرعلی الان صدا منو میدونه؟ خیلی خوب، از فیلمو میبینید؟ بله خوبه. خب الهی شد. بله از فیلمو ببینید بچه ها لطفا، فیلمو ببینید. امیرعلی فیلمو نگاه کن. فندو چرا اینجا قایم شدی؟ خب راستش من چرا ما رو خاموش کردی؟ داشتم یه آزمایشی میکردم، حالا چرا نمیری چراغا رو روشن کنی؟ نمیتونم، از ترس این قوله. کدوم قول؟ اینا قول کجا بود؟ بذار من چراغا رو روشن کنم. آره چون اصلا قولی وجود نداشت. پس چی بود؟ حالا دربارش صحبت میکنیم. خب برای گردش امروز آماده شو، بچه ها منتظرن. خب یه وقت قوله نیاد؟ نه نمیاد، مگه اینکه ما خودمون بیاریمش. آخه چرا بیاریمش؟ خودت میبینی. یعنی امروز میخواییم درباره قول صحبت کنی؟ نه امروز درباره نور حرف میزنیم. را بیفت یه چرا قوه هم با خودت بیار. باجه ایمارجی آخه الان وقت خواب. آقای فراهانی، امیرعلی، ببخشید امیر حسین جان، آقای فراهانی دستتو بگی بالا ببینم چرا صدا نداری. امیر حسین جان الان خوب شد صدا. خب الهی شد. بله الان خوب شد. میتونی ببینی؟ بله. بس ببینی نگاه. خواب فندق. بفر بره مرجی منتظری. ببین فندق هوا داره تاریک میشه. خب خب جمال تو وقتی که هوا تاریک میشه ما به چی احتیاج داریم؟ ما نمیدونم. ببین فندق خب میدونی نور به چه درد میخوره؟ خب اگه نور باشه ما راحت‌تر میبینیم دیگه. و اگه نباشه؟ خب سخت‌تر میبینیم دیگه. این جمله دقیق نیست. چرا؟ حالا صبر کن. یادت فندق گفتیم نور از کجاست؟ از خورشید. درسته. میدونی به جز خورشید دیگه چه چیزایی هستن که از خودشون نور میدن؟ خب چیز چراغ دیگه لام. بله دیگه همه جور لامب، یه دونه ای لامب جندایی، لامب شمین، همه جور لامب. درسته. دیگه شم مثلا، دیگه آتش مثلا، و هر چیزی که از خودش نور بده میگیم سرچشمه نور. تو دیگه چه چشمه نوری رو میشناسی؟ یه خورشید. خورشید رو گفتی؟ ما نه، ما از خودش نور نمیده بلکه نور خورشید رو منعکس میکنه. حالا توجه کن. خب فندق این اتاق رو تماشا کن، با چی روشن شده؟ این با لامپ‌های مختلف. حالا فرض کن چشمه های نور یکی یکی خاموش بشه.
بگم بذار خاموشی. حالا فقط یه چشمه نور میمونه. آره میدونم خورشیده. درسته، نور خورشید از اون قسمت عقب وارد اتاق میشه. حالا پرده ها رو میکشیم. باجه دیگه هیچی معلوم نیست. بله، بدون نور هیچی دیده نمیشه. خیلی بده که اگه نور وجود نداشت اصلا دیدن هیچ چیزی ممکن نبود. درسته. میگم خب پس شبا چجوری میبینی؟ شبا نور چراغا یا نوری که ماه از خورشید منعکس میکنه باعث میشه که بتونیم اطرافمونو ببینیم. ساکت فندو، برای اینکه بهتر متوجه بشی بیا یه آزمایشی بکنیم. توی یه جعبه مقوایی که جاهایش رو سوراخ کردیم یه چیزی میذاریم، مثلا یه عرق. بعد از یکی از سوراخ‌ها نگاهش میکنیم و بعد یکی یکی سوراخ‌هایی رو که ازش نور میاد میپوشونیم. بله، چی فهمیدی؟ این که اگه نور نباشه اصلا نمیبینیم. نور عامل اصلی دیدن ماست. حالا فهمیدی چرا گفتم جملت دقیق نیست؟ بله بله فهمیدم. اینم فهمیدم که تاریکی مال وقتیه که نور نباشه. حالا یه وسیله آزمایش درست میکنیم. اول روی دیواره یه جعبه سوراخی ایجاد میکنیم، بعد یه چراغ قوه رو توی جعبه جاگذاری میکنیم. حالا ما یه منبع نور داریم که نور نسبتاً مستقیمی رو بیرون میده. اگه جلوی سوراخ رو با چیزی بپوشونیم جلوی نور گرفته میشه. وقتی که جلوی نور رو با چیزی میگیریم سایه به وجود میاد. حالا بیا با شکلهای مختلف سایه درست کنیم. جاش این خونه است نگاه. اینم یه درخت. سایه آدمی. خب فندو از این تصویرها چی میفهمی؟ سایه هرچی شبه خودشه. درسته، میخوان یه آدمک بزرگ ببرن که سایهش گنده بشه. ولی برای اینکه سایه آدمکت بزرگ باشه نیازی نیست که آدمکم بزرگ باشه. مگه سایه هرچی قد خودش نیست؟ نه، بستگی به فاصله داره. مثلا هرچی که این دست رو به نور نزدیکتر کنیم سایهش بزرگتر میشه. پس میشه سایه گنده درست کرد. یه آدمک کوچولو رو نزدیک لام کنی سایهش گنده میشه. آفرین. حالا یه خونه داریم که بزرگ و بزرگتر میشه. حالا کچولو جا دیدی؟ آسو بدا. ای مرژی نگاه، از همون حیولا سایه. درسته، حالا فهمیدی؟ اصلا با چند تا تیکه مقوا که به شکلهای مختلف بریدیمشون یه نمایش ترتیب بدیم. موافقی؟ بس بریم. نگاه کن، رنگ نورمون آبیه، ولی اگه یه صفحه شفاف زرد جلوش بگیریم سبز میشه. یعنی میشه سایه های رنگی درست کرد. درسته، حالا بیا نمایش دریا رو اجرا کنیم. ماجی حالا چشمه نورمون رو رو به دیوار اتاق قرار میده. بعد از یه تلق آبی استفاده میکنیم که سایه آبی بندازه. بعد ماهی هامون رو درست میکنیم. میتونیم از نخ یا میله استفاده کنیم که دستمون موقع حرکت دادن شکلها دیده نشه. اینجوری. و اونم آقای قواس. اشکال نداره، دوباره تمرین میکنیم از اول. خب خانم، حالا توی دفتر یادداشت چی یادداشت کردی؟ الان خدمتتون عرض میکنم. نور به درد دیدن میخورد. اگر نور نباشد هیچ چیزی نمیشود دید. تاریکی یعنی نور نباشد. جایی که نور نتابد یا کمتر بتابد سایه میشود. سایه ها شکلهایشان فرق میکند و اندازه هایشان هم فرق میکند. وقتی چیزی را نزدیک لامپ ببریم سایهش بزرگ میشود. خیلی خوبه فندم. حالا درباره اینکه نور دیگه به چه درد ما میخوره صحبت میکنیم.
البته مهمتر از هر چیزی اینه که باعث میشه ما بتونیم ببینیم، اما میتونی بگی به چه دردهای دیگه ای هم میخوره؟ آره، خیلی وقتا پیام رسانی. درسته، میتونی مثال بزنی؟ مثل ماشین پلیس. دیگه؟ چراغای راهنمایی. آفر. مثلا وقتی سبزه میتونی رد شی. و اگه قرمز باشه؟ درسته. که باعث میشن ما بهتر ضمن این که این نورا میتونه به زیبایی محل زندگی ما کمک کنه. آره، اینجا کجا؟ ای برج میلا خودمونه، دوستش دارم. اینجا آرامگاه شرشاق در شیرازه. ببین نوراش چقدر قشنگه. و اینم آرامگاه شیخ سعدیه. بله، شاعر بزرگ ایرانی. و اینم قلعه فلک الافلاک در شهر خرم‌آباد. اینم پل خواجوه. اگه گفتی کجاست؟ آفرین. چه نورانی قشنگه. چه آبیمون. بابا. این همون قولیه که ازش ترسیده بودی. نگاه کن فندو، یه آدمک چوبیه. خب همونطور که دیدی، شناختن اطرافمون باعث میشه بی خود و بی جهت از چیزی نترسی. من از چیزی نمیترسم. معلومه. دیگه وقتمون تمومه. به همراه آقا قوله از بچه ها خداحافظی میکنیم. خداحافظ. فیلم خنده رو دیدیم با هم دیگه، حالا میدیم سراغ کتاب علوم با هم دیگه وارد درس بشیم. ببینیم که توی درس میخوایم در مورد چی بود. مرسی از پسر خوشگلم که قبول کردن که آقای معلم بشن. آفرین بهتون پسرهای خوبم. روز دوشنبه ما درس رو اشغال میکنیم، آقای معلمین به همون درس میخواید. نام به کنفرانس از سال دیگه علوم و بچه هم در مورد کلیتش، مثلا هر بخش رو به صورت کلی توضیح میدم، ولی سفته به سفته دوست دارم شما ها بیاید و توی اینجا دوزیل باز میکنم و برای معلم بشید. این دفعه چند نفر داوطلب بشن، هر بخش رو هر سفته شما به یکی میدید تا آخر سال همه شما ها آقای معلم بشید، منم دانش آموز بشم. باشه پسرای خوبم. بله بچه ها بود. فصل ششم هم پیام رمز را پیدا کن فصل شماره بود. ما این درس ادامه درس قبلی مهند ما در فصل پنجم کتاب علوم که پیام رمز را پیدا کن شماره یک بود در مورد صدا با هم صحبت کرد. چه صداهای پیام رسانه، چه صداهای خوشاینده، چه صداهای آزاردهنده و با انواع صداها آشنا شد. ولی در این فصل میخواه با نور در مورد نور با هم دیگه صحبت کنیم که نور و صدا هر دو بچه ها پیام رسانه. پس نور و صدا هر دو پیام رسانه. یادتونه گفتم ماشین آمبولان هم نور داره هم صدا داره؟ بله. پس این میشه پیام رسان. نور و صدا هر دو پیام رسان هستن که در طبیعت به ما هشدار میدن و برای انتقال پیام ما از اونا چیکار میکنیم؟ استفاده. امروز اومده توی کتاب برای ما قسمت گفتگو کنیم. ببینید اومده در اینجا برای ما یه مثال خوبی زده. کتاب توی کتاب در مورد بحث نور و صدا برای ما مثال خوبی زده، هم در مورد نور برای ما گفته هم در مورد صدا. حالا من گفته بکنه دو میخونم بعد از شماها میپرسم.
اشخاص پلیس معمولاً در خیابان‌های خلوت برای راهنمایی راننده‌ها از سوت استفاده می‌کنند. اما در خیابان‌های شلوغ استفاده از سوت برای هشدار دادن به راننده‌ها یا عابر پیاده کمکی نمی‌کنه. چه راه حلی رو پیشنهاد می‌کنید؟ بچه‌ها ما یاد گرفتیم که نور و صدا چیان با هم دیگه؟ هر دو پیام رسان هستن. نور و صدا هر دو چی بودن؟ پیام رسان بودن و ما به کمک نور میتونیم پیاممون رو به دیگران انتقال بدیم. مثلا همین چراغ راهنمایی که در این تصویر ما میبینیمش، این چراغ راهنمایی خودش با رنگهای خودش به ما یه پیام خاصی رو میرسونه که راننده ها و عابرین پیاده با توجه به رنگ های این چراغ ها متوجه پیام میشن که چه پیامی رو پلیس راهنمایی رانندگی میخواد به ما بده. در اینجا بچه های گل من خوب دقت کنید، گفتید که در خیابان های خلوت پلیس میتونه با زدن سوت و پلاکارد یعنی تابلوهای رانندگی به ماشینا هشدار بده. مثلا میخواد به یه ماشینی بگه وایسا، چیکار میکنه؟ سوت میزنه و تابلوی ایست رو نگه میداره. اون راننده وقتی تابلوی ایست رو میبینه وایس. و یا حالا برای اینکه تو خیابونای شلوغ از بخواد هشدار بده باید چیکار کنه؟ اینجا گفته اما در خیابونای شلوغ استفاده از سوت برای هشدار دادن به راننده یا عابر پیاده کمکی نمیکنه. چه راه حلی رو پیشنهاد میدید؟ حال شما فکر بکنید ببینید چه راه حلی رو پیشنهاد میدید. بله بچه، شما فکر میکنید پلیس چگونه میتونه راهنمایی کنه ماشینا و عابرین پیاده رو؟ خب از سوت که نمیتونه، پس میتونه از چی استفاده کنه؟ من ببینم امیرعلی جان. امیرعلی بله خانم شولتی، شما میخوایی جواب بدی سوال؟ بله. خب من دوربینتو باز میکنم. خب شما به من بگو که چه راه حلی رو پیشنهاد میدی در خیابونای شلوغ؟ از چراغ راهنمایی رانندگی. باریکلا، از چراغ راهنمایی رانندگی. خب میتونی به من بگی چراغ راهنمایی رانندگی چند رنگ داره؟ سه رنگ. رنگ هاشو بگو. سبز، زرد، قرمز. قرمز یعنی چی؟ یعنی وایسیم. یعنی چی کار کنن ماشینا؟ امیرعلی جان ایست. آها، یعنی توقف کنن. امیرعلی پریدی دوباره، مثل این که اشکال نداره. حالا میریم از امیر بردیا میپرسیم. امیر بردیا جان، امیر بردیا. بله. خب شما به من بگو که رنگ قرمز چراغ راهنمایی یعنی چی؟ چه پیامی به ما میده؟ یعنی به ایست، یعنی ماشینا توقف کنن. بله. خب رنگ زرد یعنی چی؟ یعنی متوسط، یعنی ماشینا برو یعنی نبیا، یعنی احتیاط کنن. درسته؟ یعنی سرعتشون رو کم کنن، یواش برن، احتیاط کنن. رنگ سبز یعنی چی؟ رنگ سبز چی؟ برنگ. یعنی ماشینا حرکت کنن. آفرین به شما، مرسی. خب آقای آروین، آروین جان، آها نه ببخشید، کیان، کیان جون شما میخواید صحبت کنی؟ کیان؟ بله خانم صحبت. خب بفرمایید. شما به من بگو که هر نور چراغ راهنمایی چه پیامی به راننده ها میده؟ هر سه تا نور یه پیامی به ما میده. خب یعنی مثلا چراغ سبز به ما میگه بریم وان هستی. خب چراغ نارنجی میگه آرام بریم با احتیاط بریم. چراغ قرمز میگه وایسین اصلا نریم. آفرین، خیلی خوب گفتی، ممنونم از شما. باریکلا، باریکلا، آفرین. آقای امیر حسین، امیر حسین جان، آقای فراهانی،
بله خانم سلطی. شما به من بگو که وقتی که چراغ مخصوص آبرین پیاده قرمزه وظیفه ما چیه؟ که بایستیم. ببین ما یه چراغ راهنمایی رانندگی برای آبرین پیاده داریم که قسمت پایین عکسمون پیداست، اگه تو کتابت نگاه کنی متوجه میشی این سه رنگ داره، زرد و قرمز و سفر ماشین. بله. اگه تو تصویر بالا یه چراغ راهنمایی رانندگی داریم که دو تا رنگ داره، رنگ قرمز و سبز رو نشون میده که عکس آبرین پیاده روش هستش. خب حالا بله. چراغ مخصوص آبر پیاده قرمزه ما باید چی کار کنیم؟ وقتی قرمزه آدم ها باید بیستن تا ماشینا برن. آفرین. وقتی که چراغ آبر پیاده سبز بود ما باید چی کار کنیم؟ ما باید بریم ماشینا بیستن. یعنی کلا. آفرین. پس بچه ها ما توی این سفته با دو چراغ راهنمایی رانندگی آشنا شدیم. یک چراغ راهنمایی رانندگی که در قسمت پایین درس هست، این برای ماشین هاست که رنگ قرمز یعنی ماشین ها توقف کنن، رنگ زرد ماشین ها احتیاط کنن آروم حرکت کنن، و رنگ سبز ماشین ها راحت میتونن حرکت کنن. و چراغ راهنمایی عابر پیاده هم دارید که در تصویر بالا دارید میبینید که دو رنگ داره بچه ها، رنگ قرمز داره و رنگ سبز، که من از امیر حسین سوال کردم. خب پسرای گل من، پس ما باید به قوانین راهنمای رانندگی دقت داشته باشیم و توجه کنیم، چون اگر ما قانون رو رعایت نکنیم هرج و مرج پیش میاد. اگه چراغ قرمز باشه برای ماشین ها، چراغ عابر پیاده برای ما سبز ها، سبز میشه برای ما عابرین پیاده، ما میتونیم اون موقع حرکت کنیم. ولی اگر چراغ راهنمای رانندگی برای ماشینا سبز بود، چراغ عابر پیاده برای ما قرمز بود، ما باید بایستیم. پس باید به قانون احترام بذاریم همیشه. و اگر خواستیم از خیابون رد بشیم، سعی کنیم از جاهایی که محل خطکشی عابر پیاده هست و چراغ‌های راهنمای رانندگی داره استفاده کنیم، و یا از پل هوایی استفاده کنیم، پل عابر پیاده. اگه دیدیم جای چراغ قرمز نیست، بریم از رو پل عابر پیاده داریم که خدای نکرده به همون آسیب نرسه. خب من ببینم به دوستای گلتونم از من سوال دارم. ببینم آرمین جان چه سوالی داری عزیزم؟ آرمین؟ خب دستشو بر آرمین جون، اشکال نداره. خب امیرعلی هم که دیگه سوالشو پرسیده. امیرعلی سوال داری بازم؟ امیرعلی؟ آقای کامرانی؟ خب علامت دستتون بالا بوده، اشکال نداره. بچه ها من میخوام صفحه دوم، ما تو صفحه این صفحه آشنا شدیم که نور به ما پیام میرسونه، پس چراغ‌های راهنمای رانندگی با نورشون به ما چه، به راننده ها چه پیامی میدن و به آبرین پیاده چه پیامی میدن، که من از دوستاتون پرسیدم. انشاءالله که ما که آقای معلم بشی کاملتر توضیح خواهید داد. صفحه دوم یک بازیه بچه ها، کار در کلاسه. این کار در کلاس من براتون توضیح بدم چون خیلی مهمه و شما ها میتونید انجامش بدید. یادتونه در فصل قبلی وقتی که پیام رمز رو پیدا کنه شماره یک رو میخوندید، چشم سپندها رو بستید، بعد من میگفتم اگر من دست معمولی زدم سپندها برو به سمت جلو، اگر دو انگشتی دست زدم برو به سمت راست، اگر رو میز ضربه زدم برو به سمت چپ، تا پیام رمز رو پیدا کنیم. و پیام رمزمون هم بود چی؟ بود یار. یادتونه یک کلمه سه حرفی انتخاب کردیم که اگر که کامل و سپنتا چون به درستی انجام داد، پیام رمز جدولمون رو پیدا کرد که بود یار. حالا اینجا هم یک رمز داره. اینجا هم گفته دانش آموزان تصمیم گرفتن بازی پیام رمز رو پیدا کن و با نور انجام بدن. ما تو درس قبلی بازی پیام رمز رو پیدا کن و با صدا انجام دادیم که رو میز زدیم و دست زدیم، ولی الان میخوایم بازی رمز رو پیدا کن و با نور انجام بدیم.
حالا ببینید مراحل بازیش چیه. شاید شما هم تو خونه درست کردید و بازی کردید. گفته مراحل بازی. اعضای گروه جدولی از تصاویر گوناگون درست میکنن و روی دیوار میچسبونن. این تصاویر مربوط به اجسامیست که نور یا صدا تولید میکنن. ببینید عکس یک پرنده رو گذاشته، عکس یک فانوس، عکس یک شیپور، عکس یک لامپ روشن رو گذاشته، آتش، رادیو، مشعل و شمعون. عکساشو کنار هم گذاشته، چسبونده به دیوار یا میتونید چسبونید به در اتاق، به در کمد. حالا ببینید مراحل بازیش چیه. بچه من اینجا شماره گذاری کرده. اگه از اون شماره گذاری ها بخونی متوجه میشیم که بازیش چقدر خوب انجام میشه. بسرای خوب گفته که شماره دو، اعضای گروه یک یکی از تصاویر را به عنوان رمز انتخاب میکنن. پس اعضای گروه یک یکی از تصاویر را به عنوان رمز انتخاب میکنن. روی یک صفحه مقوایی، یعنی روی یک مقوا میان شکل فلش رو میکشن. این فلشه، ببینید ما میگیم فلش به هر جهتی باشه اون جهت رو نشون میده. میان روی صفحه مقوایی شکل یک فلش رو میکشن، فلش بزرگ رو میکشن و بعد میان دور این رو قیچی میکنن. این کار رو شما نمیتونید انجام بدید، حتما باید با کمک ماماناتون انجام بدید، چون قیچی خطرناکه بچه ها، لطفا دست نزن. میاد عکس یه فلش بزرگ روی یه کاغذ میکشید، بعد اونو قیچیش کنید. وقتی که قیچی کردید اون شکل قیچی شده رو بذارید کنار، مقوا رو دستتون بگیرید. گفته که با قیچی شکل کشیده شده از مقوا جدا کنید. حالا قسمت چهار، گفته یکی از اعضای گروه شکل فلش را مقابل چراغ قوه روشن قرار میدهند. یعنی اون مقوایی که توشو خالی کردیم شکل فلش رو در آوردی، جلوی یک چراغ قوه قرار میده. اونو روی دیوار سفید میذاره یا روی دیوار یا روی یه مقوای سفید قرار میده. مقوای رو ببینید، اینجوری مقوای رو قرار میده، چراغ قوه رو بهش میگیره، مقابل چراغ قوه میگیره. بچه ها با چرخوندن شکل، ببینید وقتی که شکل رو اینطوری اینطوری میکنه در خانه های جدول تصاویر برای گروه دو مشخص میشه. مثلا شاید فلشه که اینجوری اینجوری میکنه رو چراغش میفته، نوک فلش به هر کدوم از شکل رب رو پیام رمز میشه. گفته در صورت پیدا شدن شکل رمز، گروه یک اونو با صدای سود تعیین میکنه. یعنی اگر که اون نور فلش، اون نور فلشی که کشیدید روی هر کدوم این تصویر رب، گروه یک سوت میزنه، یعنی درسته، روی پیام رمزمون درست هستش. گفته آیا نور از تمام قسمت‌های مقوا عبور میکنه؟ بچه‌ها وقتی که ما اینو فلش رو درآوردیم به مقوا نور رو بندازیم، نور فقط از کجا عبور میکنه؟ هر کی میدونه دستشو بگیره بالا، من ازش بپرسم ببینم. آفرین، ببینیم، بله، سوال کنیم ببینیم. رادین جان، رادین، آقای صدرایی، رادین صدرایی، میکروفونتو باز کردم عزیزم، فکر کنم نت ضعیفه نمیتونه باز کنه. خب آقای صفیاری، روحام جان، روحام، بله خانم، روحام جون، شما به من بگو که آیا نور، گفته آیا نور از تمام قسمت‌های مقوا عبور میکنه؟ نه. پس از کدوم قسمتش عبور میکنه؟ چی خانم؟ ببین این بازی رمز رو گوش کردی که من گفتم؟ صدا آهنگ رو نتونستیم گوش کنیم. خب صدا مونم تا آخر روشنه. خب پس اجازه بده یه دوستای دیگر بپرسم، شما گوش بده. خب پارسا، پارسا جان شما بگو به من. پارسا، پارسا جون، مرسی عزیزم. پارسا جون، آیا نور از تمام قسمت های مقوا عبور کرد؟ وقتی چرا؟ پس از کدوم قسمتش عبور کرد؟ اونجایی که ما فلشو بریدی، فقط جایی که مقوا خالیه. آفرین، باریکلا به شما. پس بچه ها ببینی توی اینجا گفته که
آیا نور از تمام قسمت‌های مقوا عبور کرده؟ نه. پس میگید خیر از تمام قسمت‌های مقوا عبور نمی‌کنه. نور از قسمت‌های عبور می‌کنه که بریده شده است. ببینید تو صفحه بعدی نگاه کنید، این مقوا است. نور رو انداخته، نور از قسمت بریده شده عبور کرده. بچه حتما نباید فلش باشه ها، میتونید چکای هندسی هم بذارید، مثلا مثلث در بیارید از تو مقواتون، مربع در بیارید، شش ضلعی در بیارید. ببینید اینجا الان برای شما یه شش ضلعی در آورده، این تو این صفحه دوستتون روی مقوا یه شش ضلعی در آورده براتون. پس بچه ها انشاءالله روز دوشنبه بقیه درس ها رو دوستاتون بهمون یاد میدن. باشه پسرای گلم، مرسی ازتون. لطفاً صفحه هایی که از کتاب ریاضیتون هست که برای من عکسش رو نفرستادید، یه صفحه هستش که معما بود، صفحه 38 فکر کنم، اون صفحه معما رو هر کدوم برای من نفرستادید با صفحه 42 43 برام حتما بفرستید که براتون امتیاز ثبت کنم. ممنونم ازتون. تکلیفاتونم زود برام ارسال کنید، خوشخطم بنویسید. همه تونو به خدای بزرگ میسپارم اتون. خستم نباشید پسر خوشگل من، خیلی تلاش کردید. شماها کوشاهای من هستید. شما چی هستید؟ پرنده کوشای من هستید. انشالله که سلامت باشید. خدا قوت به همه تون.